حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین‌المللی از لندن با ما. آقای علیزاده، فکر می‌کنم هر ناظر بی‌طرفی هم نگاه بکنه انصافاً قبول خواهد کرد که رفتار هیئت همراه ابراهیم رئیسی در مواردی بسیار عجیب، غیر دیپلماتیک و احتمالاً حتی ممکنه در مواردی مجرمانه بوده باشه. می‌خوام ازتون بپرسم، معمولاً وقتی یک هیئتی به این بزرگی به یک سفر خارجی میرن در یک نهاد بین‌المللی، چه حالا مقر اروپایی سازمان ملل باشه، چه اینجا در نیویورک باشه، چه مثلا سازمان انرژی اتمی باشه، معمولا چقدر بهشون توضیح میدن در مورد پروتکل ها، رفتار هایی که میشه نمیشه در کشور میزبان انجام داد؟ بذارید من اینطوری توضیح بدم که اساسا در آموزش هایی که به کادرهای دیپلماتیک داده میشه، عنوانی رو تدریس میکنن، آموزش میدن، به دقت حساسیتش رو کاملا تشریح میکنن، و اون اینکه چیزی تحت عنوان نزاکت دیپلماتیک، نزاکت سیاسی، دیپلماتیک کورکتنس بهش میگن. یعنی اینطور هستش که الان چون شما نمایندگی از نظامی رو دارید میکنید، فرق نمیکنه شما در صدر هیئت باشی یا ذیل هیئت باشی، مثلا گارد حفاظت هم باشی، شما در این مجموعه و این پیکره شناخته میشی. لذا بحث آداب و نزاکت دیپلماتیک بسیار موضوع مهمی هستش، به دلیل اینکه شما رفتار شما رو به پای دولت شما می نویسن. بنابراین همین جاست که شما میبینید دیپلمات ها سعی میکنن خوشتیپ بپوشن، لباس معطر باشن، نمیدونم آداب رو رعایت کنن. این مسئله تو گوی کلن این حلقه مفقوده است در دولت کنونی. دولت احمدی نژاد هم همچنین بود، حالا در پیش از اینها هم بود، اما این رنگ غلیظی که پیدا کرده واقعا حیرت آوره. شما نگاه کنید در این صحنه ای که شما نشون دادید، اون شخص که گارد امنیتی بود، چون تو گوشش بهش گفتند و اومد دور زد، اومد طرف همکارشون، خب او اولا میگه که چرا عکس میگیری، خب به شما چه ربطی داره، کشور دیگری سر عکس میگیره. اما دقت کردید منطقش؟ یه کارت کارت خبرنگاریت کجاست؟ یعنی این تو گویی تو فضای فکری جمهوری اسلامی قرار داره که به صرف این که شما کارت خبرنگاری، فرض کنید در ایران هم پلیس باشه، اینجا که قلمرو قضایی نداره از همکار من کارت شناسایی بخواد، خیلی اقدام عجیبیه. اصلا این که به خودش اجازه بده که از یک شخص دیگری شما کارت خبرنگاری، نه اصلا من یه آدم عادی هستم اونجا ایستادم میخوام عکس بگیرم، وقتی که اون همه سکیوریتی اطراف و هتل مانع من نمیشوند، شما کشور دیگه 4 روز اومدی مهمان شدی در اینجا، شما به چه مجوزی از من کارت خبرنگاری میخوایی؟ این نکته اول. نکته دوم، چرا حمله ور میشی شما؟ ببین اساسا این آموزش ندیدی که چطور تو یک فضای دیگری قرار این رفتار، اگه داری تو کشور خودت، خب میگه اونجا حاشیه امن داری، بسیار خوب، هیچ کسی هم نمیاد از شما، به خون کسی رو به زمین بریزی کسی نمیاد از شما، ولی در یک کشوری که ایالات متحده است و اون هم در خصومت قرار دادید، یه موقع از شما این رفتار رو در سوریه انجام میدید، دولت سوریه هم میگه خب هیئت دوست کشور دوست من هستش، باهاش باز کنار میادش، اما در ایالات متحده ای که شما تو شیطان بزرگ مینامیدش و میدونید که اونها هم روی شما ذره بین گذاشتن و شما میبایستی کمال نزاکت رو داشته باشید، این رفتارها اون از اون بدتر بیپاسخ گذاشتن آقای عبداللهی، امیر عبداللهیان، آقای علی باقری خبرنگار داره با شما صحبت میکنه، این همه هزاران نفر الان در سازمان ملل دارن میرن، خبرنگار میره از این نفر سوالی میکنه، اونم یه پاسخ سرپایی میده و میره، اما تو گویی لالمونی گرفتم و با هیچ کس نمیخوان حرف بزن. خود این دلیل عدم نزاکت دیپلماتیک هستش، در حالی که مسئله نزاکت دیپلماتیک آنقدر مهم هستش که مدیر کل تشریفات وجود داره، نه اداره تشریفات، اداره کل تشریفات وجود داره در وزارت خارجه، در نهاد ریاست جمهوری، که ظریف‌ترین مسائل رو تحت بررسی قرار بدن. ولی خب معلومه که اینها آموزش ندیده هستن، معلومه که فضای خارج از کشور رو آگاه نیستن و اتفاقا رسوایی برای خودشون درست کرده، این صحنه ثبت میشه و من حتی فکر میکنم این پیگرد قضایی هم میتوانه داشته باشه، حالا اون دیگه مربوط میشه به خود شبکه.
ممنونم از شما حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین‌المللی از لندن با ما.